باورتون نمیشه مراد انقدر عصبانیه، انقدر پریشونه که تا حالا اینطوری ندیده بودمش. خب بالاخره هر چیزی شروعی داره، بالاخره مرادم یاد میگیره شکست چه معنی داره. الان داره چیکار میکنه؟ چیکار کنه؟ مثل گاو دیوونه داره این برا اون بر میره. منم فرستاد برم، منتظر ایده جدیده. ولی تا اونا بیان ایده جدید پیدا کنن، تا بیان تبلیغ بسازن و برای فردا آماده کنن، کلی طول میکشه. خب پس یعنی هنوزم امیدوارن؟ باورم نمیشه. نه بابا چه امیدی مامان دریا، خودشونم خوب میدونن، فقط نمیخوان اعتراف کنن. امکان نداره، کارشون دیگه تمومه، فینیش. یعنی همه چیز همون جور که میخواستیم شد؟ آره بذار سرش بیاد، اینا همه تقاص کارایی که با من کرد، این بار نوبت اونه که ناراحت باشه. اصلا ناراحت نیستم. وای دارن نزدیک میشن، بزن بزنیشون. اینجا چی کار داری؟ بمیر همه تون بمیری. شما اینجا چی کار داری؟ والا خانم پرستار داریم همه رو میکشیم. آخه میگن شفای درد آدم هایی، بلای جونورایی. تو هم زیاد حرف نزن، اینا رو بزن دیگه. نزار بیان جلو، نزار. ببین باز اومدن، ببین از اون طرف هم دارن میان. اینا رو ببین، دارن از راست میان. اینا همون کسی هن که پروژه شما رو دزدیدن. کجا؟ ببین دارن میان. بیاین اینجا ببینم چرا پروژه ما رو دزدیدین. همه تون رو تیکه تیکه میکنم. حالت چطوره؟ حالت بهتر شداره؟ ببین داری بهتر میشی، خیلی خوب نیستی ولی بهتر از قبلی. ببینین عوضی ها. دروک، اینا از چپ و راست منو محاصره کردن، کمک کن. اومدم اصلی، اومدم. آه نه من مردم. ای بابا دروک چرا مردی؟ بالش ها رو برمیداریم، یکی از کمده هم همینطور، هرچی که دوتاست یه دونش میکنیم. خب چرا؟ چون که رقیبامون روی راحتی و زیبایی مبلا دارن کار میکنن، ما دنبال مبلایی هستیم که به روابط انسان ها مربوط میشه. اون وقت شعار چیه؟ نمیدونم فعلا، ولی پیدا میکنم. شما ادامه بدین، من الان میام. بله توبا، تابلو نکن، به راحت ادامه بده، ادامه بده. تو کجایی؟ میگم اینقدر تابلو نکن، نگام نکن، همینطوری ادامه بده، ادامه بده. وقت داری رئیس؟ میبینی که نه، نداشته باشی هم میگم. احتمالش رو میدادم اما زود بگو، میبینی که کارم مهمه. اوکی بذاری توری بهت بگم، اینجا نیستم. اینو دارم میبینم، حتی یکم دیگه هم میرم، بعد دوباره برمیگردم شرکت. چطور بگم؟ از کجا شروع کنم؟ از یه جا که زود تموم شه، چون اصلا وقت ندارم. تو بزود باشه. باشه ببین، حیات و ابراهیم هیچی بینشون نیست، هیچی، همش یه بازیه. یعنی راستش حیاتی ما خونه ابراهیم نمونده، خونه من میومد. همین یس، حداقل میتونستی یه مسیج بدی. واقعا وقت نداشتم، ساعت ها منتظر خبرت بودم. به خاطر تو منم تو شرایط سختی بودم. به خاطر تو نبود، فقط میخواستم تنها باشم. اگه بحثتون تمومه لطفا برگردیم به موضوع خودمون، میشه؟ شروع کنیم. هدف ما خونه‌ای هستن که توشون حیات وجود داره. توی خونه فقط باید حیات باشه تا من. پس به یه شعار کوتاه و پر ادعا که به اشیا هم معنی بده نیاز داریم. خونه های پر از حیات خیلی کلیشه‌ایه. مهم خود خونه نیست، مهم چیزاییه که قراره توش اتفاق بیفته. به هم نزدیک میکنه. چی؟ سارت آدم ها رو به هم نزدیک میکنه. خیلی قشنگه.
همین شعار جدید سارتر همین آدم ها رو به هم نزدیک. چطوری؟ خوب شدی؟ آره یکم به خودت اومدی، استرسات کم شدن. آره خیلی مثل پرنده ها شدم آسته جون، ولی کاش نریم یکم دیگه هم بمونیم، مثلا یه نیم ساعتی یه ساعتی. نمیشه، اصلا نمیشه، چون که من خیلی گرسنمه، باید هر جوری گوشت بخورم، اونم گوشت قرمز که کم پخته شده باشه، گوشت گوساله چیزی. خوشونت تو یه چیز دیگه است آسلی جون. پس زود باش بریم. از شرکت دارن زنگ میزنم. بله. آره عالیه. باشه باشه یه ساعت دیگه میجام. چی شده؟ وایسا نگو کمر درد میگیره. چیزی نمیشه، همه این مشکلاتمون حل شده، حتی شعار جدیدم پیدا کردم. سارته آدم ها رو با هم نزدیم. چی شده چیدم جون؟ چرا رنگ و رود پریده؟ عینی گچ شدی. امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه. شده. چیز بدی شده. چی شده؟ خانواده‌ات؟ نه. حیات. حیات؟ حیات زنگ زد. گفت ایده جدید پیدا کرده. گفت زود بیام برای عکاسی آماده شم. خدا لعنتت کنه، آخه چطور ممکنه؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ نمیدونم، شده دیگه، معجزه شده. به نظرم داریم وقت تلف میکنیم، یه ساعتی طول میکشه که همه آماده بشن. قبل اومدن اونا کاری نیست که بکنی؟ برای درست کردن استوری بورد وقت نداریم. عشق لفتن انلمان